برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، چرا ایران که کشوری ثروتمند است و در سالهای گذشته هم از لحاظ پزشکی به موفقیت‌های فراوانی دست یافته بود، اکنون به وضعیتی دچار شده که شهروندانش برای حفظ جان خود به کشورهای اروپایی پناهنده می‌شوند؟ حالا این یک نکته مهمی است که ما در مورد جامعه شناسی ایران توجه داشته باشیم که ایران دو ویژگی داره، یکی مهاجر فرست هست و یکی مهاجر پذیر. یعنی چه؟ یعنی اینکه الان گفته میشه حدود 8 میلیون نفر اتباع افغانستان در ایران هست، خیلی عدد بزرگیه، میشه مهاجر پذیر بودن. اما جالب این هست که به همین مقدار، در مورد حدود 8 میلیون نفر هم گفته می شود اتباع ایرانی به کشور از کشور مهاجرت کردن. پس ایران کشور مهاجر فرست هم هست. خب فهم این مسئله اینجا لازم هستش که چرا برخی به ایران می آیند، چرا برخی از ایران می روند. اونا که به ایران می آیند خود در وضعیت طالبان قرار گرفتن، شیعیان، فارس زبانان و زنان که به ایران مجبورن بیان. اما کشورهایی که از ایران رو ترک میکنن، به تعبیر شما کشوری که دارای پول و سرمایه هستش، چرا باید کشور رو ترک بکنن؟ توضیح بدم که ببینید، ما چند نوع مهاجرت داریم. مثلا مهاجرت سیاسی، پناهندگی سیاسی میگه، یا مهاجرت اجتماعی. مثلا که طرف میگه من در سرزمین خودم کار پیدا نمیکنم، مجبورم بیام کشور شما. یا اخیراً یه مدلی از مهاجرت شکل گرفته، مهاجرت محیط زیستی. یعنی میگه که کشور من مثلا دچار کم آبی شده یا قحطی شده، خب من مجبورم کشورم ترک کنم بیام کشور شما. این میشه مهاجرت محیط زیستی. اینی که الان ما شاهد هستیم در ایران یک مدل جدیدیه و اسمش رو باید گذاشت مهاجرت بهزیستی درمانی. یعنی چی؟ یعنی که مردمی در کشور خودشون توانایی ندارن که درمان یا داروی لازم برای بیماری خودشون رو دریافت بکنن و این هولناک هستش، به ویژه برای بیماری‌هایی که داروهای بسیار گران قیمتی داره. همین SMA که شما در گزارشتون آوردید یه داروی بسیار گران قیمتی هستش. چرا حالا این دارو پیدا نمیشه؟ من میگم به مسئله تعارضی که جمهوری اسلامی با نظام بین الملل پیدا کرده، رفته زیر تحریم‌های مختلف، هر گونه دارویی رو بخواد وارد بکنه، هر گونه بایستی از سیستم بانکی استفاده میشه. اگر از سیستم بانکی استفاده نشه، میخوان دور بزنن، بایستی کسانی که بخوان کالایی رو وارد کنن دور بزنن، دولا پهنا اون رو واردش میکنن. بعد وقتی واردش میکنن، آیا اینها استاندارد کافی رو دارن؟ رفته از بازار آزاد یه جای دارویی رو خریده آورده تو کشور داره استفاده میکنه، اون مصرف گذشته نباشه، زمان تا منقضی نشده باشه همون دارو باشه. ببینید، بنابراین یک وضعیت بسیار هولناکی رو ایجاد میکنه. حالا شما فرض کنید که فرزندی داریم، این فرزند دچار این بیماری های ویژه هستش. خب من پدر چقدر پول هنگفتی باید بابت این خرج بکنم؟ اولا داروش پیدا نمیشه، دارو اگه پیدا بشه نمیدونم داروش سالم به هستش، در نتیجه باید خونم رو بفروشم. وقتی میخوام خونم رو بفروشم، بعد از مدتی آلا خون بالا خون میشم، بدون سرپناه میشم. آخرش به این نتیجه میرسیم یه خاله من که خونم رو مجبورم بفروشم. خب اینو میفروشم، هزینه مهاجرت میکنم، میرم به یه کشوری مثلا هلند، در اونجا دیگه به بچه من رسیدگی رایگان میشه. بله. برای اینکه به مهاجرها رسیدگی رایگان میشه. این منطق باعث شده که ما نوعی از مهاجرت جدید رو در جمهوری اسلامی شاهد باشیم که اسمش من گذاشتم مهاجرت درمانی. و متاسفانه این وضعیت در حال افزایش است. علتش هم برمیگرده به تنشی که بین تهران و نظام بین الملل شکل گرفته و هرچی جلوتر هم بدیم تا این مسئله تنش حل نشود، چنین شواهد دردناکی رو باز هم مشاهده خواهیم کرد. سپاس از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن.